جان به گوشی؟ نه این اصلا به گوشم. اسب تو سوار شو که میخوایم چهارنل بتازیم. مفهومه. مطمئنی خودشه؟ آره. از ترس و لرزشون معلومه بارشون خیلی خطریه. حالا چی شد؟ جون مادره دقیقا چند متر بیا جلوتر. ده تا اضافه کن بزن. انفجار کار ما بود؟ نه خیر، کار من بود، هنوزم تموم نشد. سری 30 تا دیگه اضافه کن بزن، مفهومه؟ یه نخود دیگه با همون جرا. چی شد این نخود؟ نعمت جان، نخود تو گلو اسبمون گیر کرده. یه کمی وقت میخوای، مفهومه؟ آره، مفهومه. بد جوری هم مفهومه. اینجور موقعا به جای یه صد روزه خوندن یک کلام بگو نخود نداریم، خلاص. تو اینجا چیکار میکنی؟ رای قهر نبودی که سوار موتور نشی؟ محمود کاراش داشت که داشت. بگو عشق موتور دارم، چرا بهانه‌شو میذاری رو من؟ اگه مثل اون دفعه دوباره پاچی کس دوباره رفت تو که جوه ننه بابا رو چی بدم؟ حالا که طورم نشده خواستم باید حرف بزنم. تو هم وقت چی رو بردی؟ من حالا حرف زدن دارم. مگه چی شده؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ بعد از یه روز علافی گن زدیم. امروز باید 20 تا عراقی رو میفرستدیم به درک که نفرستدیم. چقدر سخت میگیری؟ خب در رفتن که رفتن. ما که مامور بهش جهنم نیستی، ما کار خودمون انجام میدیم. واقعاً با خدا. حتما خدا نخواسته. یعنی چی خدا نخواسته؟ خب یهو بگو خدا با اوناس و ما با این همه دک و پوز و ادعای مسلمونیمون کافریم دیگه. من اینو گفتم. بعد چی؟ خواستم بگم مرگ و زندگی دست خداست. هر چقدر ما زور بزنیم تا خدا نخواد نمیشه. خب اینا رو که خودم میدونم. چهار روز رفتی طلبه شدی، چند تا ضرب و ضرب یاد گرفتی، فکر کردی بقیه کافرن. آخه آدم ناحسابی. مگه خدا اون بالا نشسته که ما زبونم لال هر چی تقصیر بندازیم گردنش؟ پس منو تو اینجا چه غلطی میکنی؟ ما وظیفه‌مون انجام میدیم. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما این بودش که امروز باید 20 عراقی میفرستادیم به درک نفرستادیم. خودم هیچ تقصیری نداره. حواست سر جاشه؟ حالت خوبه؟ چمه؟ غرور، غرور گرفتته. من؟ آره؟ اومده بودم همینو بهت بگم. بقیه شاید پشت سرت بگم. ولی من برادرتم، نگرانتم. دوستت دارم، درود میگم. با اینکه چند سال از من بزرگترین. شلوغش نکن، حرفتو بزن. با همین که گفتم غرور گرفتته. چهار روز رفتیم بالا، چند تا عراقی زدی، فکری از سفر الله زمانم لال جای خدا نشستی. فکری توی که مرگ و زندگی تقسیم میکنی، توی که میگه کی بره کی بمونه. ولی خوشم اومد، خدا خوب حالتو گرفت. گوشتو پیچون تا حساب کار دستت بیا. اگه بفهمی اینو تازه شوخی های خودم با بندش. اگه نفهمیدی باید منتظر گوشمالی درست حسابی باشی. موعظت تموم شد؟ آره تموم شد. ببین من اگه جایی تو بودم، به جای این همه روزه خوندن یه خورده به اون قبضه ها میرسیدم که یهو مثل امروز وسط کار گن نزن. روشن کن بریم. سلام نه خدا. این که اینو اینجاست. تناف داری؟ نمیدونم ولی فکر میکنم داشته باشیم. ببرم نگاه کنم. بیا. همین خوبه. کم نیست؟ قابلی نداره؟
بنده خدا هم بعد جوری قاطی کرده. اینا رو ولش کن ببین چی بردن. غیر از تلویزیون چیزی نبردن، یعنی نتونستم ببرم. برای اینکه در صحنه بوده نامرد. کجا فهمیدی؟ اینها این جای پاش. آره نامردم اگه گیره شده برمیگرد. ببین بیشتر به که اگزی ننه شو بس بندی کرده داره میبره خونه آقاش. آدم خدا رو شکر به موقع رسیدیم. کجا داری میری؟ مقر. مقر برای چی؟ این پنجره چی میشه؟ برمیگردم درستش میکنم. این اساسا چی؟ هیچی نمیشه، بذار باشه با من. برو اون دره ببن بیا بریم. خب ببنم بگو چی تو اون کلته. سوال دارم به آقایینو میگم بیا این اساسا رو ببرین. هی امروز و فردا میکنه. کجا ببره؟ این همه اساسو مگه میشه توی اتاق جا داد؟ سوار شو. خب چرا نمیگی میخوای چی کار کنی؟ به موقعش. چی شو؟ این اسی چاخان اینجا چی کار میکنه؟ کو؟ کجاست؟ کردم تو زندانی بودم، یه ماه خلاص شدم، عفو خوردم به خاطر جنگ. خوبه اگه جنگ برای ما نون نداشته اقلا برای تو آب داشته. کاسبی چطوره؟ کدوم کاسبی آقا نعمت، به خدا تو زندان حال و روزم بهتر بود. اینا دیدن زن و بچه‌م تو معاشر اسیرن، دلشون رحم اومد ولم کردن. حالا هم که میبینی اومدم زیر توپ و کمپاره با هزار بدبختی خورده اساس براشون ببرم. اساسی کی؟ معلومه اساس خودم دیگه. امریه داری؟ آره فرمانداری گرفتم. تا فردا وقت داری؟ اینجا نوشته. آره ماشین کمه چیکار کنم، مجبورم، وگرنه ای دست خودم بودم امشب میرفت. حالا زیادم عجله نکن، عجله کاری شیطونه. من یه کارایی کردم تو اونشم دادم، فعلنم سرم تو لاک خودمه. پیله نکن، خودت هم یه موقعی کم مخلصی نبودی ها، هم شر و شور بودی هم اهل دعوا مرافع. یادم اقلن 100 تا کفتر داشتی. آره داشتم، هنوزم چند تا دارم. دوست که نبودم، یه زمانی هم شر میومد سراغم یقمو میگرفت دعوا میکردم، اونم بعد انقلاب بوسیدم گذاشتم کنار. خب منم همینو میگم، بر پدر گذشته ها صلوات. ها
اونجایی؟ بریم. نه نمیخوام، خودم تنهایی میرم. تنها برای چی؟ همینطوری برای خنده. آخه به منم بگو میخوای چیکار کنی. ندونی بهتره، به نفعت. برو کنار. نعمت، این با کشتن عراقی ها خیلی فرق میکنه. دوز دوزده، مجازاتش هم شلاق و زندان. اولا این بیشرف ها هیچ فرقی با عراقی ها ندارن، حتی من میگم از اونام بدترن. بعدش هم اگه نمیدونی بدون، مجازات دوزی در زمان جنگ اعدامه. که چی؟ هیچ، همینطوری میخواستم بدونی. تو میخوای چی کار کنی نعمت؟ میخوام گیرش بندازم، همین. خواهی تو سرم بگیرم نه سرکا خواهی چه بکنی؟ بخواهی خواهی تو بکنی؟ چی شده؟ ناخدا فکر نمی کردم اینقدر دل نازک باشی. یه خورده آبغند بخور حالت جا میاد. چی کار داری؟ تناب میخوام. میخوام خودم رو دار بزنم. مگه میدونستم تو از این ارزا داری، برای تکوه قافم کشیده بود ابریشم میشه گیر میآوردم. صبر کن. آخر شیطان بیا پایین. مردم اینجور موقع ها باید به دادن دیگه برسن. چمه تناب که دیگه همه قهر و غیظ نداره. ندارم، تناب ندارم. خب اینو از همون اول بگو.
داری میری؟ آره از نیم ساعت دیگه هم پای قبضه باشین، امروز میخوام تلافی دیروزم در بیارم. و انشالله دلم گفتم. مواظب خودت باش، امروز دلم خیلی شور میزنه. پسی کلیدو بده یه سر به خونه بزنم. نمیخواد، دیشب که بهت گفتم اساسا رو بردم تو، پنجره رو هم درست کردم، بعد از اونم خودم میرم یه سری میزنم. فعلا خدافظ. نعیم نعیم نعمت، نعیم 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 نعمت. نعمت جان، محمود هستم، به گوشم. نعیم خودش کدوم گوریه؟ یه سر رفت شهر، گفت زود بر میگرده. کی رفته؟ همین 10 دقیقه پیش. پس چرا به من نگفت؟ خواست بهت بگه، به گوش نبودی. خودم هستم، پس بمونم زیره. شنیدم بابا، شنیدم. فعلا به گوش باش تا بهت بگم.
شما در مدت 30 سال مدام به اینجا فراخوانده می شوید تا نسبت به اتهام منتسبه از خود دفاع کنید و من به حکم وظیفه اتهام شما را تکرار می کنم. تهیه و فروش سلاح مرگبار و شرکت در کشتار بیش از 5000 زن و کودک بیگناه و تقویت روحیه جنگ طلبی در میان مردم، شخصا حوصله تکرار داستانهای شما را ندارم. پس حقیقت را بیان کنید. شما با من هستید؟ طی این 30 سال در تمامی جلسات چرت زدید و بعد همین کلمات را تکرار کردید. بله شما. بلند چید آقا، خوب گوش کنید. شما از یک دست گل پژمرده به مرگ نزدیکترید. این آخرین جلسه دفاعی شماست، سپس مکافات خواهید شد. خواه استفاده کنید و خواه تفره روید و به خیال خود دادگاه را فریب دهید. بفرمایید. مثل اینکه از عقرب باید به مار پناه ببرید. آقای قاضی، همیشه گفتم بازم میگم، این ماجرا از دوران کودکی من شروع شد. ای بابا تو داری منو کجا میبریم آقا؟ بیا من 1000 رو بردم اینجا. از دوران کودکی شما شروع شده و مقصر تربیت خانوادگی است و شما بی تقصیری. اصلا میخواید از باران صحبت کنید؟ آخه قاضی شما به گونه حرف میزنید که انگار از دوران شیرین کودکی محروم بودید. این دوست من مثل آینه شفاف میمونه، به دور از ریا و دغل. اون داره حقیقتی مکتوم رو بیان میکنه. پدر و مادر ناآگاه این کودک با نادیده گرفتن خواسته های مشروع و به حق این طفل معصوم، متاسفانه کار رو به جایی رسوندن که امروز میبایست در محضر شما به عنوان یک جنایتکار جنگی محاکمه بشه. من به خاطر یک هواپیمای کوچک جنگی. آخه بابا من اومدم اینجا همه چیزاشم میدونم. بیا تو کاری دیگه. اسباب بازی ناقابل. شنیدی؟ یک اسباب بازی ناقابل، یک آرزوی کوچک. تو جنگ دوم 1000 تا 1000 از این هواپیما رو به زمین میزدن، خم به ابرو نمیوردن. آقای قاضی، و اون وقت شما به خاطر یک آرزوی کودکانه یک دادگاه تشکیل دادید. البته همچین ناقابلم نبود. اون یه اسپیک فایر انگلیسی اصل بود با موتور رویز رویز و ملخ پنچپره. منظورش همونه. وقتی دیدمش هوش از سرم پرید. حالا پیداش کن. اون جنگانی مرکن روسیه. چی میگفتی؟ داخوت؟ داخوت ها؟ چی میگی پسر؟ این اسپیت فایر کامل اختصاصیه، همه چیش حساب شده است. فکر نکنم لنگش تو خارجم پیدا بشه. سلام. سلام. امشب سانیکاییه؟ بچه بد رنگ شده. بله. چی میخوای؟ اون اسپری گلد انگلیسی میخواستم ببینم. چی رو؟ اون هاپیمای جنگی اسپیت فایر آقا. اون آلمانیه خیلی هم گرون قیمت، فروشی هم نیست. انگلیسی آقا. انگلیسیه؟ از کجا خریدیش؟ حالا پیازم قاطی میوه‌ها شد. پیاز؟ ببینم سواد هم داری؟ میتونی بخونی؟ نوشته دکوره است، فروشی نیست. بری بیرون به سلامت، خوش اومدی. بچه پر رو بی خیالشو بریم. نمیفهمی چی میگی، باید بخرمش. پیرمرده نمیدونه چی تو مغازش گذاشته. میخرمش به هر قیمت که شده. میخرمش یعنی نمیخوای بخری؟ نه نه نه
ناصر این بچه باهوشه، با استعداد، نذار عقده ای بشه. کدوم عقده خانم؟ آره باهوشه، چون تو رو بهتر از من شناخته، میدونه چطوری آتیش بندازه تو جون من. نابغه است. ناصر این بچه هر بلایی که سرش بیاد تو مقصره. چی؟ فروشی نیست؟ مگه میشه چیزی فروشی نباشه؟ حالا که شده. اصلا مغازه چند؟ میدونم آقا ناصر، شما ماشالله آره، اما این یکی فروشی نیست. به کمپانیه دیگه. تو همین مایا فروشی نیست؟ نه 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 آقا ناصر، هر چی دیگه امر کنی تو این مغازه مال شماست جز این یکی که امامزاده است و همین یه قندی. اینقدر از این قندیلا بریزم تو بازار که در مغازه تو گل بگیرم. هیچی نمیگی طلبکارم شده؟ آسمان جانماز آب بکشه. خرچه داند قیمت نقل و نبات، به خیالش مردم یادشون رفته. از صبح تا شب با این رفیقاش تو این کافه تو اون کافه نجسی کف میکرد، حالا به من میگه امامزاده و همین یه دونه قندیل. بیا بچه سامالتون. ببین ناصر، این بچه هر بلایی که سرش بیاد تو میخرم ازت، نمیذارم عقده ای بشی. تو نتونستی بگیری، این بچه لب به غذا نمیذاره، داره مریض میشه. من یکی گول نمیخورم. من چه خواهی دوست دارم بریزم من جا برم؟ اون خودم ها اینجوری میچسبونم به اتاقش. خوبه به سقف اتاق. انگلیسیه یه هواپیمای فسقلین حرفا رو داره. اصلا دارم به این بچه میرسم که ما اصلا بچه داریم و فکر اینم که اگه نشه یه چیزی رو خرید باید چیکار کرد. بابا میگه این آقا یه آلای پشت پرده داره. الهی خونت آتیش نگیره. بازه بابا هم یه چیزی خیلی خیلی بده، بهم گفته که من همشو بهت نمیگم. الهی زیر ماشین نری. به من میگی فروشی نیست، به من میگی آلمانیه. الهی یتیم نشه. دورو ریاکا، خدا جوون مرگت نکنه. بابا میگه تهمت زدن در صورتی که نتونی ثابت کنی جرم محسوب میشه، حتی شلاق هم میزنه. شما درس و مدرسه ندارید؟ بابا میگه یا بخر یا بجنگ. دوش کن بیاد. امام زده هست هم یه قندی. خیلی نامرد. داشتن ما را اعدام میکردن. جناب قاضی، ایشون خواهر ماست، ایشون خوب میدونن که ما تو خانواده اهل دروغ و ریا نیستیم. خواهر بهشون بگو.
بگو چه جرم و جنایتی مرتکب شدی؟ تو از اولشم روحیه یه جنگ طلب و سرکشی داشتی و الانم داری به کارت ادامه میدی. من میدونستم بالاخره یه روز گیر میفتی و جواب باید پس بدی. چی؟ چی رو جواب پس بدم؟ همچوری حرف میزنی؟ اصلا این تو چه خبره؟ بچه که غذا چی خوردی؟ بزرگ شدی؟ جنگ کجا رفتی؟ چطوری الان راه میری؟ خانم محترم، اون مال 60-70 سال پیشه، هیچ ربطی هم به این اتهام نداره. هرگز خانم، همین یه برادر داری، این دادگاه تموم میشه، اینا رفتنی هم. تو یادت رفته، همه چیز یادت رفته. تو 10 سالت بود و من خواب پس نتیجه میگیریم چون بازی کودکانه جرمه. سریعتر دستور بفرمایید گردن ایشونو بزنن تا همه ما راحت بشیم. چطوره؟ گند زدی. برید سر اصل مطلب. نفهمم چی میگی. جنگ آقا، جنگ. اساساً از بچگی آدم ترسوی بودم، همه میدونستن اما بروم نمی آوردم. زنده ای؟ بابا به چی بگم؟ میترسم. خب منم میترسم. چه خبر؟ اوضاع شهر چطوره؟ هیچ چی دیگه، دارم نگهبانی میدم ولی خستم. خسته شدن چیه؟ از اون موقع که تو اینجا نگهبانی میدی حتی یه دزدی هم اتفاق نیفتاده. آخه کی تو طاقت و کدوم آدم نامردی میاد دزدی؟ میگم من یه جایی ببر که بتونم توپ و تانک و هواپیما رو ببینم از دور. دور دور. خب مثلا پدافندم خوبه. خلبانی هواپیما اون که نه. تانک شوفریش. خب خونسا کردن مثلا مین با این دستگاه که بوغ میزنه. خیلی ممنون میشم. من فکر میکنم اشتباها وارد این دادگاه شدیم جناب قاضی. من اعتراض دارم. این دادگاه اساساً از نظر من اشکال داره و هیچ جنگی به اینشون ربط نداره. حقیقاً برید از همسایه مهربونمون بپرسید که با توپ و تانک و هواپیما شهر رو زیر و رو کرد.
خودشون نمیخورنش. عجب جنایتی. داریم نزدیک میشیم. اجازه بدین آقای قاضی. ایشون خیال میکنه شما مینویسید جور، بازی میکنه شما مینویسید کشتا، فکر میکنه که فلان کار بکنه شما میگید جنایت. تمام دیکتاتورهای جهان با یک فکر و یک خیال شروع کردند. پس سریعتر به ما بگید فروش سلاح جنگ مرگبار رو از کجا آغاز کردید؟ این که دیگه خیال نیست، هست؟ البته که خیال نیست، اما جرمم به حساب نمیاد. فروش اسلحه در تمام نقاط دنیا یک کار معمول و مشروعه. شلاق هم نداره. این مصرف کننده است که باید عاقل باشه. ایلا تجارت تجارته. تازه ایشون یک واسطه بی تقصیر و شریفه. بازم میگم من در کشتار کسی نقش نداشتم، فقط یک خرده فروش بودم. از همون خرده فروشی شروع کنیم. جز به جز از همونجا بود که فهمیدم مستقل شدم و هر کاری که دلم بخواد میتونم انجام بدم. باز چی میخندی؟ من نخندیدم. من خودم دیدم همین الان داشتم می‌خندیدم. خدا رحمتشون کنه. دست شما درد نکنه. یه تانک بدید به این بچه. بله؟ متوجه نشدم. عرض کردم که برای این بچه یه تانک میخوام. شما میخوای خیار بخری؟ خیارم تازه مدلای مختلف داریم، چنبره داریم، خیار سالادی داریم، خیار قلمی داریم. این تانک هم که میبینیم مدلای مختلف، ساخت انگلیس داریم، ساخت روسیه داریم، ساخت شوروی داریم. مگه اینا چیان آقا؟ ای بابا چیان که ببینید، این M60 آمریکاییه. T-72 روسی، T-62 T-55، لئوپارد 1، لئوپارد 2، چیفتر انگلیسی، برق و باتری، جنگ اول، جنگ دوم، استتار خاک، استتار جنگل. اینم کوکی. برای چون میخوای؟ مختار این یک مهندس آلمانی الاصلی که به سفارش هیتلر اینو در سال 1940 ساخته. اندازه یک هفته جا برای مهمات و آذوقه داره و مخصوص برق و شن و باتلاقه. طرز کارش هم مبارک. صرف حساب شما چیه؟ چی از جون من میخوای؟
بگو نمیشناسم. لباساشون که آشناست. فقط لباس؟ از یشونم فکر کنم یه جای دیده باشم. ببینم فامیل نیستن؟ دقت کن آقا، اینها وارثان یک جنایت بی سابقه تاریخی هستند که امثال شما در آن نقش داشتید. پیرزنه دست شما در نکن اومده. ببینم نوکر تیم به کردی چی میشه. مین خونسا میکردیم. آقایون با ادب تشریف بیارید اینجا، یه کیک خامگیه. روی یواش چپتو بکن. نفرستی اون ابا توی شهر کردی بود. بابا شناسنامه‌شون اینجاست. یه صفحه دو تا توپلافه 22. همین 30 ساله میگید؟ همین. شما رفتی توی شهر آقا؟ نمیدونم، یادم نمیاد. میخواید انقدر بزنیمش تا یادش بیاد؟ خب فراموش کرده، یادش نیست. کاک مراد نبود. من دست نداشتم. مال من نبود. شما فکر میفروید، خیال میفروید، تفکر کشتن، دیدن، خورد کردن. Down it! Down it! Find a hole!